به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام، وقتتان بخیر. به یکی از ویدیوهای دیگر از این کانال خوش آمدید. توجه کنید به چند رویداد کوتاه خبری که تازه به دست ما قرار گرفت. مسئولان محلی طالبان در ننگرهار میگویند که در پی سرازیر شدن سیلاب در مرکز و شماری از ولسوالی های این ولایت 4 کودک کشته و 25 تن دیگر از زخمی شدند. دفتر رسانه های والی طالبان در ننگرهار روز شنبه در خبرنامه گفته است که بارش باران و سرازیر شدن سیلاب در ولسوالی کام این ولایت 300 منزل مسکونی را نیز تخریب کرده است. بر بنیاد خبرنامه، سرازیر شدن سیلاب همچنان بیش از 50 منزل مسکونی را در شهر جلال آباد و بیش از 100 منزل مسکونی دیگر را در ولسوالی گوشته ننگرهار تخریب کرده است. افزون بر این، طالبان مدعی شدند که سیلاب شب گذشته در ولسوالی های کامه، گوشته، کوزکنر، دره نور، لالپور و برخی ساحات دیگر ننگرهار به فراورده های کشاورزی و باغداری آسیب زده است. گفته می شود که آسیب دیدگان به کمک های بشری فوری نیاز دارند. پیش از این نیز گفته شده بود که یک کودک در پی سرازیر شدن سیلاب در ولسوالی کامه ننگرهار ناپدید شده و از سرنوشت او خبری نیست. بر اساس گزارش وزارت دولت در امور رسیدگی به رویدادهای طبیعی طالبان، از شروع سال جاری تا اکنون در پی رویدادهای طبیعی از جمله باران و سرازیر شدن سیلاب در کشور 10 تن کشته و زخمی شدند. مسئولان امنیتی طالبان در بغلان میگویند که یک عالم دین از سوی افراد مسلح ناشناس در ولسوالی نهرین این ولایت به قتل رسیده است. شیر احمد برهانی، سخنگوی فرماندهی امنیتی طالبان در ولایت بغلان، میگوید که این عالم دینی نورالدین نام داشت و حوالی ساعت 8:30 دقیقه شب گذشته در روستای آفز بچه ولسوالی نهرین کشته شده است. او افزوده است که انگیزه قتل این فرد روشن است و تحقیقات در این زمینه آغاز شده است. یک منبع مردمی به اطلاعات روز میگوید که این عالم دین باشنده اصلی ولسوالی برکه بغلان بود و شب گذشته هنگام برگشت از یک مهمانی به ضرب گلوله و قتل رسیده است. و در پایان، حملات هوایی بر میدان هوایی کابل هنگام سفر متقی، چندین تن کشته و زخمی شدند. منابع آگاه از اصابت 3 فایر راکت به بخشی از میدان هوایی بین المللی کابل خبر می دهند. یک منبع معتبر به روزنامه 8 صبح گفت که این راکت ها حوالی ساعت 6 بامداد جمعه از مکان نامعلوم شلیک و بر بخشی از VIP بخش مسافران و بخش کنترل میدان هوایی کابل فرود آمده است. با گفته منبع، در پی این رویداد دست کم 3 تن از کارمندان اداری و فنی میدان هوایی و چند تن از مسافران زخمی شدند. او تصریح کرد به هیچ کس اجازه عکس و ویدیو گرفتن ندادند. زخمی ها را هم پنهانی به کدام شفاخانه انتقال دادند. طالبان در مورد وقوع این رویداد چیزی نگفتند. تاکنون در مورد وقوع این رویداد چیزی گفته نشده است. تاکنون فرد یا گروه مسئولیت این حمله را نیز به عهده نگرفته است. تشکر از توجهتان. تا درود دیگر.